پیدا کردن ورودی مهم و با ارزش مقبره های یهودیان. با سلام و درود خدمت کوشگران عزیز. دوستان، نمونه کارهای با ارزش و مهمی هنوز در ایران موجود هست. از جمله این نمونه کاری که شما مشاهده میکنید همراه با جوغن هایی که مسیر و جهت یک ورودی رو مشخص میکنه برای یک صخره تقریبا هرمی شکل. خب آیین و شرایط رمزگشایی دفینه یهودیان همیشه بر پایه اساس هشت مانند هست، سنگ هشتی، سنگ هرمی و حتی از شکاف های هرمی استفاده می کنند به عنوان مسیر، به عنوان جهت، به عنوان فلش پیکان تا مسیر و جهت خودشون رو با این تراشه ها مشخص بکنن. خب دوستان عزیز، ویدیو رو لایک بکنید و اینکه دنبال کانال عتیقر هم بگیرید که خیلی از موضوعات داخل اون کانال هست که خیلی به شما کاوشگران عزیز کمک میکنه. خب دوستان، چیدمان این جوغن هایی که بر روی یک سنگ تقریبا ریشه دار هست به شکل هرمی در اومده و از این استفاده کردن برای عنوان رمزگشایی مسیر ورودی. خب اینجا یک کروکی موجود هست بر روی این صخره که حالا شرایط آب و هوایی اون رو یکم تخریب کرده. حتی کروکی چند تا اتاق اگر داشته باشه اینجا کروکی زده شده در این قسمت و مسیر شیاف یا همون ترک ها رو به عنوان مسیر و جهت قرار دادن. ببینید چون جوغن در وسط کار شده که این به عنوان مسیر و جهت هست. بعد به این قسمت که توجه کنید دوستان، جهت سنگ ریشه‌داری که به حالت هشت مانند میخوره، خب نوک اون به شکل هرمی شکل هست دوستان عزیز و باز اشاره به قسمت همون ورودی رو میکنه. این برمیگرده به خود سنگ هرمی که بزرگ و کروکی هایی بر روی اون حکاکی هست. این سنگ اینجا اشاره میکنه به این قسمت دوستان، چون این کار رو انجام میدادن در عصر باستان به عنوان که کسی که کاوشگر باشه یکم محیط رو کاملا گم بکنه، چون همیشه رمزگشایی جوری قرار داده که طرف فکر کنه که مثلا جایگاه دفینه در اینجا قرار داره. ولی ببینید اون مسیر و جهتی که به جوغن ها و حالت کار که انجام شده در مسیر را در این مشخصات رو به شما میده که ورودی در اونجا قرار داره. نه دوستان، ببینید ورودی در قسمت زیرین این سنگ قرار داره که شما باید حفاری بکنید در این قسمت. خب حفاری که انجام دادید، ببینید جنس خاک اون با حالت ترک هست، نور خورشید بهش زده و علت شرایط محیطی حالا آب و باران اون قسمت به حالت ترک در اومده. خیلی کم پیش میاد که پای سنگ هایی که به این حالت و به این شکل هستن ترک ایجاد بشه دوستان. این ترک سقف کار رو داره مشخص میکنه. بعد قسمت زیر همین سنگ حالت هرمی ورودی هست، شما باید 1 متر 2 متر پایین برید تا به یک تقریبا درب یا دایره شکل که به شکل سنگ آسیاب هست یا مربع شکل که ورودی رو برای شما مشخص میکنه. خب رمزگشایی این کار پیچیده هست دوستان، راه گم کردنی داره. دقیقا نمونه این راه به حالت گمراهی هست، شما رو به سمتی دیگه میکشونه. ولی دقیقا در اینجا، در اینکه سایه افتاده، در اینجا مسیر ورودی هست. دقیقا پای این سنگ داره مشخص میکنه که ورودی شما به اینجا افتاده، چون محاسباتی که در جوغن هایی که در بین ترک ها ایجاد شده دوستان مسیر رو به قسمت پایین هدایت میکنه به سمت ورودی. ولی در مجموع وقتی کار رو میبینید دوستان، ورودی رو در سمت راست
یعنی 2 متر اون طرفتر شما رو به گمراهی میرسونه که شما به جایگاه دیگه برید. ولی ببینید جوغن‌هایی که بر روی این سنگ حکاکی شده و بین ترک‌ها ایجاد شده، عمق داخلی اون رو باید در نظر بگیرید، حد فاصله جوغن تا جوغن بعدی رو در نظر بگیرید. ببین اون اشاره میکنه به اون قسمت، یعنی هر کسی که وقتی بیاد محیط رو ببینه میگه اینجا ورودیه. نه دوستان، ورودی در این قسمت قرار داره، دقیقا در همینجا زیر همین سازه حالت هرمی شکل میخوره، کاملا برخوردار از چند اتاق، حالا 4-5 اتاق رو داره مشخص میکنه. ببینید چیدمان جوغن بالا، بعد وسط، بعد پایین به حالت تقریبا اشاره به سمت این قسمت ورودی رو داره میکنه، چون عمق داخلی بین این جوغن تا جوغن وسطی تا جوغن پایینی رو متراژ میکنید و قدم های رو بر میدارید که به سمت اینجا اشاره میکنه. شما باید ترک ها رو در نظر بگیرید دوستان. خب ببینید این جوغن آخری که به شکل تقریبا بین ترک ایجاد شده، اینجا دقیقا باز اشاره میکنه به همون ورودی، یعنی کل چیدمان این جایگاه شما رو به اون سمت میرسونه، ولی باید رمزگشایی بشه. اگر رمزگشایی نشه دوستان، شما رو به گمراهی میکشونه و شاید بعضی جاها تله داشته باشه و قسمت تله فعال بشه و خدای نکرده اتفاقی براتون بیفته. حتما این آموزش ها رو در نظر بگیرید. به خاطر این گفتم که کانال عتیقه رو دنبال بکنید که داخل اون بیشتر در مورد رمز و رزومات صحبت شده و اینکه شما اینا رو یاد بگیرید. اگر وقت هم براتون مهیا میشه دوستان، حتما قبل از کار که انجام میدید حتما چند روز رو یک محیط کار بکنید، یعنی حس و گمانهای خودتون رو کاملا انجام بدید. یعنی شده اگر 10 نقشه کشیدید مسیر رو با ذهنیت خودتون، با همون آموزشایی که دیدید، مسیر رو برای خودتون باز بکنید تا به یک نقطه اصلی میرسید، چون 100% به این حالت میفته دوستان. اگر چند دفعه روی یک موضوعی پافشاری بکنی و کار بکنی، دقیقا تو ذهنت میفته که اون مسیر یک جایی رو داری مثلا نگاه میکنی، ولی بار دوم وقتی نگاه میکنی میگی این مسیر رو من تازه کشف کردم. یعنی کسی که کاوشگره این حرفای من رو میفهمه. وقتی که یک جایگاه رو میبینه و روش نقشه میکشه، هر بار یه چیز تازه ای رو براش در میاره. یعنی یک نقشه ای که در عصر باستان تو دانشگاه وقتی که درس رو در مورد باستان شناسی یا کسی که نخبه باستان بوده در اون زمان، همیشه شگرد کارش به این حالت و به این شکل هست. میگه کسی که درس میخونه اگر یک جمله رو داره میخونه از اون متوجه نمیشه، میاد اون رو مینویسه. وقتی که بنویسه کاملا اون جایگاه رو در ذهنش حکاکی میکنه. دقیقا در عصر باستان هم به این حالت و به این شکل دوستان. شما محیطی رو وقتی پیدا بکنید باید کاملا چند دفعه روش نقشه بذارید، کار بکنید. اگه شده 10 هر چند بار که بیاید اون مسیر رو ببینید و نگاه بکنید، هر سری یک جایگاهی رو تازه کشف میکنید که خیلی خیلی کمک میکنه به دوستان تا رمزگشایی رو بیشتر یاد بگیرید. خب اینجا کلن تمام مسیرها و جهتها در نزدیکی این ورودی اشاره به خود همون ورودی کار رو میکنه. دقیقا جوغانی که در بین ترک ها ایجاد شده دوستان، اینها به عنوان مسیر و جهت و کروکی عمل میکنه که دقیقا در زیر خود همیشه ورودی قرار داره. در عمق 1 یا 2 متری باید به یک درب سنگ آسیابی یا مربع برخورد بکنید که به این حالت میفته دوستان. این عکس رو اگر مشاهده بکنید به حالتی در وقتی بردارید، این حالت براتون پیدا
پیدا میشه و مسیر پله ها رو پایین میرید. ممنون و سپاسگزارم دوستان عزیز، حتما ویدیو رو لایک بکنید. با تشکر.